با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. هنوز دخ نکردم بخوابم، هیجان دارم، ولی اینترنت هم دیگه فکر کنم چون زیاد کار کردم امشب تمام بشه. التماس دعا داریم، نه داری حرفا، ولی خب هیچ اشکال نداره، من تا زمانی که توان کار داشته باشم کار میکنم و اصلا با سه فردا رو نمیخورم. امروز تا زمانی که تا کار انجام. خب من یک بار دیگه به صحبت شاه عظیمون میذارم، اینی که میذارم براتون میخوام گوش کنید، فکر کنید، ببینید مشورته، شوراست. هیچ وقت پیرهن یک مشورت پاره نمیشه، پس من براتون میذارم مرتب روش فکر کنید که با هم دیگه کاری بکنیم، کاری استون که میکنیم میکارم. دوباره گوش کنید با هم دیگه زمان فقط این نیست که با مطالبات حد اقلی انتظار تغییری در سیاست و رفتار نظام داشته باشید. مملکتمون داره از بین میره دوستان، از بلوچستانش بگیرید تا خوزستانش بگیرید تا ارومیهش بگیرید، مملکت داره میخشکه. انواع اقسام گرفتاری ها، کمبود ها، نارسایی ها، اینو لازم نیست من بهتون بگم، از صبح تا شب خود شما این دقیقاتون رو با من مطرح کنید. راهش مبارزه است که نهایتاً این نظام از کار در بیاد. خب باز آخر کار سرمون یه بار دیگه بذارم. میخوام خبرها رو بخونم، اما قبل از خبرها یک متن مرام اومده کوتاه. اینقدر این متن به دلم نشست با موقعیت فعلی جور در میاد که کمتر خوندم، شاید در 20 سال گذشته من همچین متن جالبی رو به مناسبت این قضیه ندیدم و نخوندم. واقعا دمتون گرم کسی که نوشته. من اقلش بهتون بگم حجاج ابن یوسف یکی از جنایتکارترین انسان کره زمین بوده و در تاریخ هم اسمش هست. این حجاج ابن یوسف یک به تمام معنا جنایتکار بوده، یعنی اصلا لذت می‌برده از آدم کشی، لذت می‌برده از این کارا و عشق کرده. یه نفری از اون پیش عالم میگه که والا من یک کاری کردم نمیدونم درسته یا نه. گفت چیکار کردی؟ گفت قسم خوردم زن طلاق باشم اگه حجاج حجاج بیسه نره جهنم. حالا شاید نرفت جهنم. گو ببین اگر حجاج بیسه خدا ببخشه 100% موتور میبخشه، برو زندگی تو بکن. اعلام کردن که خیلی جالبه، یه بار دیگه بعدم میخونم. فرمودن 5 از عمومی حکایتی به یادم اومد. گفتم 5 از عمومی دیگه نه، ببین چه بهره برداری میکنن بچه‌ها، بهره برداری تو توز حکومت میزنن که دیگه فکر نکن شاهکار کردن. حالش رو ببرید، شما هر کاری بکنید به ضرر تام میشه، هر حرفی به ضرر تام میشه. ببینید گوش کنید، برید بمیرید. روزی که حجاج بن یوسف از دنیا رفت، مردی به قصر او آمد و خواستار ملاقات با او شد. نگهبان او گفت حجاج درگذشت. مرد ساعتی بعد برگشت و درخواست خودش رو تکرار کرد. نگهبان گفت حجاج مرد. مرد داره بار سوم برگشت و درخواست خودش رو مجدد تکرار کرد. نگهبان مون گفت نفهمیدی مگه؟ بهت گفتم حجاج مرد. خیلی جالب جوابش. مرد گفت فهمیدم، اما از شنیدن این خبر چنان لذت میبرم که میخوام بارها و بارها بشنوم. اینه ملت ایران، اینه همین یک جمله بس جد آباد شما نوکرا و مزدور خارجی و گماشته خارجی هستش. اونا بنده خدا، اونا به خودشون رحم نمی شما ما رحم کنه، پدرتون در میارم یا برای پیکارت بابا. خب یه باری بخونم نه بدر میخونم. خب پپه در جان پهباد میدونی که اینا فر زدن فلان کار کردن، آقای اردوغان لطف کرد و به پهباد پرستاد و اونا جای اینا رو مشخص کرد تقریبا. حالا میگن که پهباد نداشتیم، چطور به روسیه میدیم؟ حالا گوش این جواب رو. ستاد نیروی مسلح میگوید پهبادهای ما در دسترس نبود. بابا بابا 17 ساعت شما دنبال یه چیزی که صوتی بیاری که چند کیلومتری تو چند کیلومتری همون شد 17 ساعت میدونی یعنی چی؟ این بیلیاقتی، بیورزگی، ناتوانی، زلدت و خفت شما رو میرسونه. 17 ساعت خر به تو میخنده. شما یه مدیرید، شما برعکس مدیر هستید.
صدا نیروی مسلح میگه پهپادهای ما در دست نبود، با پیشنهاد ترکیه برای پیدا کردن بارگرد موافقت کردیم. صدا کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعی رسمی در 2 خرداد ادعا کرد که ترکیه نقش در یافتن بارگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش نداشته و پهپاد آکنجی به دلیل نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر موفق به اعلام دقیق محل سقوط بارگرد نشد و در نهایت به کشور ترکیه بازگشت. این هم از دست در نکنه است. باشه. آقای محمد هدایتی، جامعه ایران شدیداً از حکومت دینی و روحانیت عبور کرده، شادی مردم یک نافرمانی مدنی بزرگ است. روحانی میگه حالا تو خود جرواجر و خامنه ای، آقای علم‌خدا، آقای ایکس، آقای ایگرک. دوباره میخونم، مردم ایران، جامعه ایران شدیداً از حکومت دینی و روحانیت عبور کرده، شادی مردم یک نافرمانی مدنی است. دنیا این شادی رو دید و فهمید. بله. برید خجالت بکشید. تا یه سر سر بشه. خدمت شما هستم که در رابطه با بحث مسئله کرده کمک شاهزاده چند نفرش آقا محمدی خود کار بود. من عزیز من از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم، اما من یه روز به شاهزاده عزیزم گفتم اگه یک روزی روزگاری به من بگید باشه برو ایران، شما بگو یه دبر ایران، مطمئن باش اگه به من بگید بس 100% میرم. من که توی پا توی راه قدم گذاشتم، جونم رو گذاشتم، تعارف که نداریم که، هر وقت صلاح دو نیست من هر کاری بکنم میکنم، اما نه بره پست مقام، برای نجات کشورم، برای بیرون ریختن آشغال ها و برای سرافرازی آبادی کشورم. ولی خب من توان جسمی ضعیفه، ولی با همه این تفاصیل 16 امری بکنند مطمئن باشند اولین نفر منم که خواهم رفت. بترسم بلرزم وجود نداره. من محمدی بخوام بترسم شب خوابم نمیبره، اینو مطمئن باشید. ولی ایشون فعلا از ملت همه کمک خواستن. شما هر پیشنهادی دارید، چون من مطمئنم شما پیشنهاد خیلی خوبی دارید، کسی که این متن رو می‌نویسه پیدا می‌کنه تلفیق می‌کنه، این نابغه است. از این نواقتی رو ما زیاد داریم. ما الان در شرایط این حکومت در بدترین شرایط داره، خوشبختانه ذلیل‌ترین حالت رو داره، ضعیف‌ترین حالت رو داره، و ما باید راهکاری بهتری پیدا کنیم، عالی پیدا کنیم با کمترین هزینه که این در دسترس هم نیست. ولی من به نوبه خودم هر موقع اراده بشه شورای تشکیل هر کاری بشه به من بگم برو، من چشم، یعنی فقط یک روز فرصت بدن سمن و تو اصلا من سریع میرم هر جا بگم من خواهم رفت، هیچ شک نمیده برسه. بله. خب بریم تو خبرهای دیگه. من این دفعه کلیپ بخوام بذارم، چند تا کلیپ، چند تا از صحبت آقای چیزم خواهم گذارم، صحبت آقای قمشه‌ای هم خواهم گذاشت که مسئله روز جور درگید با هم دیگه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. خب خدمت شما هستم که این روزها روزای سرنوشتازی در کشور ماست. شاهزاده با شهامت و شجاعت تمام اعلام کردن، از مردم خواستن که فکری بکنن، شاید باشد کشور واقعا بحرانی هست، ولی من به شخص مطمئنم که ما از این بحران به راحتی رد میشیم و خود این گرگ ها و این کفتار ها قصه داستان موش هاست، به جون هم افتادن، پست و قدرت، دنبال قدرت هستن، دنبال پست هستن، دنبال موقعیت و مقام هستن. خانواده هاشمی هم دنبالی هست که دخترش رو بکنه رئیس جمهور، هر کس داره خودشه، اصلا کسی به فکر ملت و کشور نیست، دست باید توی جایگاه پایگاه اینجا باید باشه. پس از دوستان ازم خواهش میکنم حواسشون جمع باشه، مسائل با هم دیگه شیر کنید، بگید و خدمت شما عرض کنم که یک آذوقه کوچیکم داشته باشید. ارتش، نیروهای انتظامی، اینا همه بیا وسط کار به نفع مردم تمام میکنن، یعنی وقتی بیان اینها رو خواهند گرفت، به هم پشت پشت دستبند خواهند زد و خواهند برد. ملت ایران 80 میلیون به خاطر 8 نفر آدمین شما آشغال
خودش به خطر نمیندازه. اون زمانی که مثلا عقیدتی بود، مثلا نمیدونم اعتقادی بود، نمیدونم امام زمان گذشت، تموم شد، سیل برد اونو همه رو، ریخ توی دریا رفت پی کارش. توجه کردید؟ اینو میخوام بهتون بگم که دیگه اون دوران گذشت. شما تو هنوز تو اون 40 سال پیش موندید، تو فاز موندید، تو جنگ طلبی قدرت طلبی خودتون موندید، پست و مقام تقسیم میکنید. هیچ کدوم شما فکر ملت ایران نیستید، به کشور هستید. فقط به فقط موقعیت خودتون درست کنید، ولی دیگه ملت پشت شما نیست. نماز جمعه دیدید، امام جمعه دیدید، مسجد دیدید، هیچ کس پشت شما نیست، چون شما هیچ جای سالم خود نداشتید، هیچ تپه سالم خود نداشتید. هر جایی که میرفتن گند زدید، اشتراط به کارش پره پشت سرتون رو تماما خراب کردید و الان باید فکری بکنید کجا فرار کنید. اما چون جنایت کردید، خیانت کردید، این جنایت خیانت دست با شما رو محکم میگیره، عقلتون رو میگیره، همینجور نگرتون میده تا تحویل مردم بشید و مردم خدمت شما برسن و اون بلایی که لایقش هستید و شایسته شماست سرتون بیارن. شک نکنید در قصه، هیچ جا نمیتونید برید. توی از قذف باطنی نیست که 400 میلیارد دلار پول نقد داشت، 40 تن طلا داشت و خداوند شما رو کاری کرده که فکر مثلا احمد جا دیدید وقتی بابا خواست بروشن بره پول چقدر پول چند میلیارد پول از جا برد به اونجا بره، خب خونه خالشه. اینجوری میشه که پست مقام انسان رو عرش سایه میکنه، توانش رو میگیره و مزحکی خاص و عام میشه. و این نسل ماندلا میاد بعد از 28 سال زندان کشیدن، میاد زمانی که به قدرت میرسه وسط کار بر میکنه میره، میکنه من نیست. ولی شماها جوری به این پول عادت کردید، جوری به این نو زندگی عادت کردید که خلاصه اعتیاد وحشتناک به این زندگی دارید، ولی نمیدید که معمر رو برد تمام شد پیکارش و باید برید حالا پاسخ به جواب پس بدید. هنوز توی نعشیگیش هستید، درخت شما افتاده، تسبیح شما پاره شده و نمیخواید ببینید، چشاتون کوره، گوشاتون کره و این نعمت بزرگی است ملت ایران. خب ایام بخوام روزگارتون خوش. تا من دیگه فکر امشب داخل کلی بذارم جنگ و دعوا اینا خیلی جالبه، خیلی جالبه و ما لشکرکشی بکنن برای هم دیگه تی کشور. نمیدونی که نیروها برای شما تره هم خورد نمی کنن، پهن هم بارتون نمی کنن. حالا علم خدایش خوش که بیه تعداد فلان فلان، همونها دهنت سرویس می کنن. بیدید قدرت مسیح قدرت همینه دیگه، حالتون نیست، فعباراتون خیلی بلند شده، وقت افتادنش هست بدون شک بودون برگرد. تبریک میام ملت ایران. از یه باره پیام شادار بذارم براتون، خیلی پیام جالبیه. حتما حتما بله. خوب گوش کن دوستان، زمان داره میگذره دوستان. مسئله فقط این نیست که با مطالبات حداقلی انتظار تغییری در سیاست و رفتار این نظام داشته باشید. مملکتمون داره از بین میره دوستان، از بلوچستانش بگیرید تا خوزستانش بگیرید تا ارومیهش بگیرید، مملکت داره میخشکه. انواع اقسام گرفتاری ها، کمبودها، نارسایی ها، اینو لازم نیست بندتون بگم، از صبح تا شب خود شما این دغدغاتون رو با من مطرح میکنید. راهش چیه دوستان؟ راهش مبارزه ایست که نهایتا این نظام باید از پا در بیاد. یه واده بود، یه مطلب یه واده باتون بخونم. مطلب خیلی باحاله. فرمودن 5 روز عزای عمومی است. حکایتی بیادم آمد به نقل قول، روزی که حجاج بن یوسف در دنیا رفت، مردی به قصر او آمد و خواستار ملاقات با او شد. نگهبان به او گفت حجاج درگذشت، مرد، به درک واصل شد. مرد ساعتی بعد برگشت و درخواست خودش را تکرار کرد. نگهبان گفت حجاج مرد. مرد برای بار سوم برگشت درخواست خودش رو مجددا تکرار کرد. نگهبان گفت به او گفت نفهمیدی مگه؟ بهت گفتم حجاج مرد. مرد گفت فهمیدم. اما از شنیدن این خبر چنان لذت میبرم که میخوام بار و بارها و بارها بشنوم. پرز از عمومی خیلی خوب یادآوری مردم میشه. خودی شادیشون شادی بود که با هیچ رقم نمیشد برای مردم آورد و این شادی اتفاق افتاد. مرگ این بشر پس پاش تصفیه اینها و یک جنایتکار، یک
جنایتکار نفهم بیشور بی عقل یه قاتل جانی از دنیا رفت. تبریک به ملت ایران. ایام بکن بگذارم باشه.